به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خرد برتر از هرچه ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش در زمان مدان. از او هرچه اندر خورد با خرد، دیگر بر ره رمز معنی برد. امروز سه شنبه 21 آذر ماه سال 3759 زردشتی، 2730 مادی ایرانی، 2580 شاهنشاهی، 1390 یزدی برابر با 1400 کوچی محمدی، 11 ژانویه سال 2022 ترسایی، با 45 برنامه از این سری برنامه‌های 15 دقیقه در دقیقه‌ای در خدمت جناب دکتر مازیار قویدل، پژوهنده تاریخ و فرهنگ ایران هستیم. جناب قویدل، به برنامه خودتون بسیار بسیار خوش آمدید. با عرض درود به بینندگان و شنوندگان، داستان فریدون و پسرانش رو پی میگیریم. به سومین برنامه رسیدیم. فرستاده سلم و تور پیش فریدون آمد، داستانش رو گفت، آن چیزی رو که باید میگفت پیامش رو گفت. بگوشیم جناب قویدل، پاسخ فریدون به فرستاده چیست؟ بازم درود بر شما آقای یاس و همه بینندگان و شنوندگانمون در هر کجای جهان و هر هنگامی از شبان روز که هستن. در برنامه گذشته همچنان که فرمودید، اونا پیامو فرستادن. پیامبری که آمده و پیام آورده، ببینید پیامبر در زبان فارسی ما یعنی پستچی، امروز بهش بگیم پیامبر، چاپاره. پیامبر آمد، پیام اونا رو آورد. هنگامی که شنید گفت درشته، به شاه هم گفت درشته، چه بگویم، اینها پیامبره، من بیگناه هم، اونها خشمگینن و من بیگناه. فریدون با آرامش گوش داد. پاسخ فریدون این هست: فرستاده را گفت که هوشیار، نبایست پوزش تو را خود بکار. تو چاره‌ای نداری، تو پیام آورده ای. ببینید برخورد فرهنگ ایران جناب شهرام اینگونه نمایش داده میشه. پیام آورده، درشت هم بوده پیامش، کاری نداره، این پیامبر است. مسکو اومده، به جای نبایست پویش تو را خود بکار، گفته ببایست برگزیده، ببایست تو را، بباید تو را پوزش اکنون بکار. که این دگرگونی در پاسخ داره، اونجا برآمده از فرهنگ ایرانی، نبایست تو، بایسته نیست که شما پوزش بکنی، حالا پوزش میخوای، من نیازی نمیبینم. فرستاده را گفت که هوشیار، نبایست پوزش تو را خود بکار، که من چشم خود همچنین داشتم، که من خودم هم از این بچه همچی چشمی داشتم. چرا؟ چون بچه هاشو میشناخت. آدمی بود که عربده کشید و در رفت، اونی که عربده نکشید تا اجده ها رو دید در رفت، و این اومده داو داره، ادعا داره که من چشم خود همچنین داشتم، همجوری داشتم، همی بر دل خیش بگماشتم، من این گمانو داشتم در دلم. مسکو آورده که من چشم از ایشان چنین داشتم، به هر روی دگرگون یا همین داشتم آوردن اینا، که از گوهر بد نباید مهی. اینو تنها این دو سرودی که میخونم اینو ژورمول مسکو آوردن، که از گوهر بد نباید مهی، مرا دل همی داد این آگهی. هم چون خانایی نداره با اونهای دیگه، چون گوهر بد یکی خوهرش از سوه و از دختران جمشید. گرچه انسان میتواند از 10-15 پشتش هم یه چیز بد بگیره، ژنتیک، یا اینکه خودش پیدا بکنه که گوهری که در تن خودش باشه و کاری هم به ژنتیک نداره. آدم میبینیم که آمده خودش آز داره و میره دنبال آز و رشک. خب برو بگو آن دو ناپاک بیهوده را، به آن دو بیهودی ناپاک بگو، دو اهریمن مغز پالوده را، دو کسایی که به راه اهریمن رفتن، به راه دیوان رفتن. جنوب شهرام بیو دوستان، یادآور بشیم که چرا ما
بیهوده رو به کار میبرین که همون بی نتیجه باشه. چرا هوده رو به کار نمیبرین؟ خب چرا میگیم نتیجه این شد، چرا نمیگیم هوده این شد؟ بیهوده رو برداری، بیهوده رو برداری میشه هوده. بیایم به زبان پارسی و پاس بداریم. بسیاری از بانوان به ویژه برای من مینویسن که اینو یادآور بشید این چیزا رو. بگو آن دو ناپاک بیهوده را، یا دو ناپاک بیهوده را، هر دو میشه خون، دو اهریمن مغز پالوده را، انوشه که گردید گوهر پدید. انوشه که این گوهر کی؟ انوشه، انوشه بیمرگ، انوشیروان، انوشه روان، روانش همیشه باشه. انوشه که گردید گوهر پدید، درود از شما خون بدین سان سزید. آیا بدین ساز درودی که میخواید بفرستید، درود از درود پهلوی و دروت هم گفتن، آقای جنیدی گفته دروت، ولی ما در پهلوی درود داریم. بسیاری از شاها ته داره که ده شده، مانند ذاتن که امروز شده زادن. و اینه که اگه میگیم ذاتی با زال ننویسیم که بشه یه معنی دیگه بده، بگیم ذاتی که بشه ذاتی زادی، و این همون ژنتیک میشه امروز به دانش امروز. انوشه که گردید گوهر پدید، درود از شما خود بدین سان سزید. زبند پند من ار مغزتان شد تهی، همان از خردتان نماند آگهی. ببین اینو تهی ما میگیم، تهی هم میگیم. تهی یعنی خالی بودن، تهی به چند اینه که به ته رسیده، یعنی دیگه هیچی توش نیست. اینجا چون آگهی هست تهی من میخونمش. زپند منر اگر مغزتان شد تهی، همان از خردتان نماند آگهی. اگه از پندایی که شما گرفتید از من و بهتون دادیم و آزمایشتون کردم و باهاتون گفتم، اگه تهی شده به ته رسیده، خب دیگه از خرد آگهی نرسیده. چون خرد همیشه، خرد را تو دستور دار، یادمون میاد، همیشه خرد را تو دستور دار. ندارید ترس از، ندارید ترس و نه شرم از خدای، شما را همانا خرد نیست رای. ترس ندارید، خردی به کار نمیبندید، رای نداری، یا جزی نیست رای. برو یا شما را همین، همانا همین است رای. اینو مسکو آورد. به هر روی در مایه یکیه. مرا پیشتر نگاه بکنید به من، من که بهتون پند دادم، نگاهی به من بکنید چیه. مرا پیشتر قیرگون بود موی، چون سر و سهی قد و چون ماه روی. سپری که پشت مرا کرد کوش، نشد پست و گردون به جای است نوش. که هم کوش اومده، هم نوز و کوز اومده، هر دوش به کمه خمیده هست. آینه های مخعر و مهدب ما داریم. کوش، کوش مهدب میشه کوش. شما را این سپری که اینجوری بوده و هنوز هم هست و کوش نشده، شما را خماند همان روزگار. همان روزگار به همان گونه روزگار، هر دو میشه. همان روزگار به همان گونه روزگار، یا اینکه به همان گونه که بر من رفت روزگار. سپری که پشت مرا کرد کوز یا کوش، نشد پست و گردون به جای است نوز یا نوز، هنوز نوز. شما را خماند همان روزگار به همون گونه یا همان روزگار. نماند خماننده هم پایدار. این خماننده هم یک روز از پای میفته، همیشه پایدار نیست. بدان برترین نام یزدان پاک، یا بدان برترین نام یزدان پاک، هر دو گونه میتونیم بخونیمش. برخشنده خورشید و تاریخ های. جناب شهرام ببینید سوگند های ایرانیان چگونه است. هم امروز لورا میگن به پیش گفتو، به فروغ خورشید پیش گفتو، هم امروز میگن. بدان برترین نام یزدان پاک، بدان برترین نام یزدان پاک، آی خالقی آورده نام یزدان پاک. بدان برترین نام یزدان پاک، به رخشند خورشید و تاریک خاک، به تخت و کلاه و به ناهید و مهر، که من بد نکردم شما را نگاه. ببخشید، به تخت و کلاه و به ناهید و ماه، که من بد نکردم شما را نگاه. من سوگند میکنم که شما رو بد نکردم.
یکی انجمن کردم از بخردان، ستاره شناسان و هم موبدان. من رایزنی کردم با بخردان، ستاره شناسان و موبدان. ببینید جناب شهرام، سکولاریست در شاهنامه نمیخواد بگه موبد بخرد نیست، منتها سوا میکنه در شاهنامه سکولاریزم. یکی انجمن کردم از بخردان، ستاره شناسان و هم موبدان، سه گروه اونا. بسی روزگاران شدستن در این که کردیم برداد بخش زمین. روزگاری گذشت، گفتگوی کردیم ما، رایزنی کردیم که این رو به داد بخش بکنیم. گمان نکنید من این کار کردم، من به تنهایی این کار رو نکردم. دوستان گرامی من، همی راستی همه هم آمده، همه راستی خواستم زید سخن، زکشی نه سر بود پیدا نبود. من همه راستی دنبال این سخنی که شما گفتید. ما هم سخن داریم هم سخن در شاهنامه، هر دو درسته که اینجا سخنه، در یه جاهای سخن داریم. همه راستی خواستم زین سخن، از سخنی که تو بوده میخواستم ببینم راستی دارش چی هست. زکشی نه سر بود پیدا نبون، سر و تن نداشت. چرا بشه ما همین امروز هم میگیم سر و تن نداره سخنش، دقیقا همون، نه سر بود پیدا نبون. همه ترس یزدان بودن در نهان، ترس یزدان در نهان بود، شرم داشتید، شرمو کنار گذاشته. زکشی نسر بود پیدا نبود، همه ترس یزدان بودن در نهان، همه راستی خواستم زین جهان. من راستی میخواستم ببینم در نهان من ترس یزدان بود، مال شما کجا بود؟ همه ترس یزدان بود اندر نهان، اندر نهان من، همه راستی خواستم زین جهان. چو آباد دارند گیتی به من، نجستم پراکندن انجمن یا پراگندن انجمن. چون آبادی جهان از من میدونم، چرا؟ چون من کسی هستم که ضحاکو برداشتم، ایرانو به آبادی و آزادی رسوندم، پس من نمیخوام انجمنو پراکنده کنم. انجمن واژه ایرانی فارس. مگر همچنان گفتم آباد تخت سپارم به سه دیده نیکبخت. مگر در زبان فارسی، ما اون که امروز اما ولی میگیم در زبان فارسی مگره، افغان ها امروز میگن، بچه های افغانستان، نه افغان ها، بچه های افغانستان، افغانستانی ها. ولی من این کاری که کردم، مگر از آبادتا خواستم سپارم به تو دیدگانم، نور دیدگانم. شما را کنون گر دل از رای من به کجی و تاری کشید انجمن، ببینید تا کردگار بلند، یا کردگار بلند چون این از شما کرد خواهند پسند. خودتون به رایزنی بشینید، ببینید که من این کاری که کردم با رایزنی کردم، آدم دادگری هستم. آیا ببینید پروردگار از شما میپذیره اینو؟ یکی داستان گویم را بشنوید، همان بر که کارید آن بدروید. یه داستان بید، همون بری که دارید میکارید برمشت ببخشید. اون داستان چیه؟ چون این گفت با ما سخن رهنمای، جزین از جاوید ما را سرای. مرا خود زگیتی گه رفتن است، نه هنگام تیزی و آشفتن است. من میخوام اینو گرد بیارم، نمیخوام انجمنو بپراکنم. من خودم گاه رفتنمه، هنگام تیزی و تندی و خشم و آشفتگی نیست که. اولیکن یا ولیکنم میگن، اولیکن چون این گویدان سال خورد، که بودش سه فرزند آزاد مرد، که چون آز گردد ز دلها تهی، همان خاک و هم گنج شاهنشاهی. اگر که کسی آز کنار بگذاره، به همان گونه از خاک که تخت شاهنشاهی است، گنج شاهنشاهی است، هیچ توفیری نداره، همان خاک و ایناش توفیری برش نداره. کسی کو برادر فروشد به خاک، سزد گر نخوانندش از آب پاک. اینا اگر که اینجور باشه، این رو پاک ندانند. جهان چون شما دید و بیند بسی، نخواهد شدن رام با هر کسی. این جهان رام کسی نمیشه، بسیاری مانند شما میآید و میروند.
کنون هرچه دانید که از کردگار یکی بود رستگاری به روز شما. بجویید و وان توشی ره کنید، بکوشید تا رنج کوته کنید. که این پنده که داره میگه، ما یه پندهای آشکار داریم، یه پندهای نهان در شاهنامه. فرستاده بشنید گفتار اوی، یا فرستاده بشنید گفتار اوی، زمین رو ببوسید و برگاشت روی. برگشت و برگاشت دوتا، برگاشت با اراده برگشتنه. ز پیش فریدون چنان به همجونه که آمده بود تند اومده بود که باد و یادتون آتش، ز پیش فریدون چنان بازگشت، تو گفتی که با باد انباز و شریک گشت. اینک دنباله چه می شود؟ می رویم به روز چهارشنبه. سپاسگزارم جناب قوی دل، باز دوباره ما رو گذاشتید توی اون موقعیتی که نمی باید. به هر طریق سپاسگزارم ازتون جناب قوی دل. با پروانه از شما این برنامه رو می بندیم تا روز چهارشنبه. روز روزگار خوش. روز روزگار خوش. خدا نگهدار.